به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با اشاره به حادثه 11 سپتامبر و حمله نظامی این کشور به افغانستان میگوید که دلیل برای باقی ماندن واشنگتن در افغانستان وجود نداشت. کاخ سفید 21 قوس در بیانیه نگاشته است که بایدن این اظهارات را در یک کمپاین انتخاباتی بیان کرده است. رئیس جمهور کنونی آمریکا که در حال حاضر در تلاش جلب حمایت مردمش در انتخابات سال 2024 این کشور است، گفته است که آمریکا نباید اشتباهاتی را که در 11 سپتامبر مرتکب شده است بار دیگر مرتکب شود. در بیانیه کاخ سفید به نقل از بایدن آمده است: همان اشتباهاتی را که در 11 سپتامبر مرتکب شدیم مرتکب نشوید. دلیلی وجود نداشت که ما مجبور شویم در جنگ 11 سپتامبر در افغانستان باشیم. وی در این کارزار انتخاباتی با اشاره به خروج نظامیان آمریکایی پس از 20 سال از افغانستان تاکید کرده است که نیاز نیست تا این کشور کارهایی را که انجام داده است بار دیگر تکرار کند. خروج نظامی واشنگتن از افغانستان سبب شد تا طالبان پس از 20 سال برای بار دوم قدرت در افغانستان را به دست بگیرند. این اظهارات در حال بیان می شود که بایدن در گذشته هم بارها از تصمیمش در مورد خروج فاجعه‌بار از افغانستان دفاع کرده بود. با این حال برخی از منتقدان بایدن این تصمیم را فاجعه‌بار خواندند. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا و از نامزدان و مطرح انتخابات ریاست جمهوری این کشور در یک کمپاین انتخاباتی خود گفته بود که در صورت برگشت به کاخ سفید تجهیزات باقی مانده از افغانستان را از طالبان پس خواهد گرفت. تنش میان جمهوری خان آمریکا و جو بایدن بالا گرفت. گاردین گزارش داده است که با وجود تلاش جمهوری خان برای عدم تصویب کمک تسلیحاتی به اوکراین، رئیس جمهور آمریکا کمک 200 میلیون دلاری و اضطراری به اوکراین را تصویب کرد. جو بایدن که پذیرای ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینی خود در کاخ سفید بود، با هشدار شدید به جمهوری خان آنها را به بازی کردن در زمین پوتین متهم کرد. رئیس جمهور آمریکا سه شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در واشنگتن گفت: روسها در مسکو زمانی که جمهوری خان هفته گذشته به جلوگیری از کمک به اوکراین رای دادن جشن گرفتند. مجری برنامه که کرملین اجرا می کرد گفت: احسنت به جمهوری خان، این برای ما خوب است. بایدن افزود: اگر مبلغان روسیه از شما تجلیل میکنند، ممکن است زمان آن رسیده باشد که درباره کاری که انجام میدهید تجدید نظر کنید. تاریخ کسانی را که به آرمان آزادی پشت کردن به سختی قضاوت خواهد کرد. این در حالی است که پیش از این بایدن در تلاش بود تا جمهوری خان را متقاعد کند که از بسته کمک نظامی 61 میلیارد دلار حمایت کنند. اما مخالفان اصرار داشتند که این کمک نظامی را به بهبود شرایط مرزها در جنوب مکزیکو گره بزنند. تشکر از توجهتان. تا بعد، بدرود.